سلام بچه ها، چطورین؟ جواد چادلو هستم و خیلی خوش اومدین به این ویدیو. یکی از خفن ترین سیزن های تاریخ کال آف دیوتی موبایل آپدیتش منتشر شده و منم قراره با شماها تو این ویدیو 100% گردونه ها گیم پلی هاشون رو با هم دیگه بررسی کنیم. دو تا میتیک هم بچه ما داریم داخل این سیزن خفن، دو تا میتیک جدید که اولین میتیک گرا 556 هستش که واقعا طراحیش خفنه. این بچه‌ها کیل افکت های این گان خفن گرو هستش که میتونین داخل تصویر مشاهده کنین. هر کیل افکتش از کیل افکت قبلیش وسعتش بیشتر میشه و قطعا صداهای خفنی هم داره. آخر ویدیو بچه من گیم پلی تک تک کیل افکت ها، صداها و گان های لژندری رو من براتون میذارم که ببینین چطوری هستش. این بچه لول 3 و مدال های میتیک این گان گرو هستش که آیرون استاش هم قطعا عوض میشه توی لول 3 و لول 5. اینم بچه تیرهای لیزریش هستش و اینم اسممون که وقتی باهاش کیل میگیریم چطوری میشه که خوشگل بود خداییش. و اینم بچه لول 5 این گان خفن گرو 556 که به نظر من واقعا ارزش خریدش داره، چون بچه گان گرو 556 یکی از قوی ترین گان های بازی کال آف دیوتی موبایل هستش. من که از موقعی که اومده توی لوزات هام همیشه هست این گان خفن. کاراکتر خفن بچه این گردن کاراکتر فاکس رویت هستش که واقعا خوشگله و به تم گردن و گانش میخوره. یه دونه چارم هم داریم که فکر میکنم روش افکت رعد و برق داشت. یه دونه از این ماشین ها و کالین کارت هم ما داریم. کالین کارتش از گانه میتی که گرو هستش. اینم بچه ایموت این گردونه هستش که ببینیم چطوریه. یه دونه زامبی به همون گانه CX9 میده و کارکتر بات دوستاشنی رو جوگیری میکنه. بریم بچه سراغ گانه اپیک این گردونه که گانه DLQ هستش. چه DLQ خفنی، واقعا اپیک خیلی خوبی داره این گردونه. از اون دست گردونه هایی هستش که ارزش داره آیتم های گردونش هم ما بزنیم، خدایش جذابه. بریم سراغ آیتم بعدیش که یه دونه بکپکش خیلی گنده است و به درد نمیخوره. یه دونه ترپ ماین بچه لژندری هم ما داریم، ولی خب این فکر نمی کنم ترپ ماین باشه، فکر می کنم ترپ وایر باشه. اگه ویدیو سرور تست رو نگاه نکردین حتما برید تماشا کنین که منظور منو بفهمین چیه. گردونه بعدی بچه‌ها گردونه یه کریسمس آرموری هستش که 6 تا گان لژندری داخل یک گردونه ما میتونیم به دست بیاریم، دقیقاً مثل گردونه 4 لژندری هالووینی که ما توی این سیزن داشتیمش. واقعا بچه‌ها گردونه با ارزشی هستش. من خودم 4 تا از این گان های لژندری دارم، فقط دو تاشو ندارم که یه دونه گان روز 79U هستش و یکی هم گان PPSH و PP19، البته 3 تا شد. 7 تا گان لژندری بچه ما داریم داخل این گردونه، خیلی سمه. هر کدومش هم بچه ما به دست بیاریم داخل پریسش ویپن یا همون گانی که با ست فول گردونه زدن ما میتونیم به دستش بیاریم هم حساب میشه. واقعا از این لحاظش خیلی خوبه. بریم دیگه کیف کنیم بچه ها. این گانهای خفن میتونیم به صورت رایگان هم شاید به دستش بیاریم. گردونه خفن بعدی بچه ها گردونه PPSH کریسمسی هستش. نمیدونم بچه ها این به صورت گردونه جدا میخواد بیاد یا به صورت همون گردونه کریسمس سریس آرموری، ولی خب به احتمال این که جدا باشه با کاراکترش خیلی زیاده. این بچه ها آیرون ساتشه، افکت روش هم واقعا جذابه، شبیه PP19 کریسمسی هم هست این گان PPSH. کاراکتر این گردان هم بچه کاراکتر بردوزر هستش، شتم گوز مانند باحالی داره، جذابه بچه کاراکترش. یه کچون هم باگه نمیشه چرخوندش، جالب نمیشه چرخون. بریم بچه ها سراغ ایموت این گردونه که داره زور میزنه که چیکار کنه. بله زور زد که شاخ در بود، باز خوب از یه جای دیگهش در نیامد این شاخه جوری که داشت زور میزد، احتمال این که از اینجا در میامد زیاد بود. یه دونه اسنوبورد هم بچه ما داریم، استرایکر هم ما داریم یا استریکر همون شاتگان بدجور سم. یه دونه اسپری با مزه ما داشتیم، یه دونه بک بک کپسولی هم ما داریم. آیتم دیگه هم چرت بود. بریم بچه سراغ گردونه خفن بعدی که گردونه سایر نمیتی که کاراکتر سایر بچه باگ، هنوز شکل ظاهرش مشخص نیست، هر موقع مشخص بشه به صورت مفصل من براتون ویدیوش درست میکنم.
گان لژندری این گردان بچه گان بیکی 57 لژندری هستش که واقعا خوبه برای گردان یه سایدرن میتیک. اینا هم بچه آیتم های دیگه این گردان هستن که یه دونه ایموت آوازخون هم داریم، هم بچه کاراکتر سایرن میتیک و هم گان میتیک گرو 556 ما داخل این سیزن داریم. واقعا سیزن پرباری هستش و به احتمال 100% ایونت سی پی 2 برابر هم بچه میادش با سایرن میتیک. حالا هر موقع مشخص شد من ویدیو 100% رو براتون درست میکنم. بریم بچه سراغ گردونه بعدی که گردونه یه NPC که لژندری هستش، یکی از اسنایپرهای خیلی سم بتل رویال و شاید هم مولتی پلیر که میتونید نماهای مختلفش رو نگاه کنین. کلا بچه تا اینجا هر گردونه ای که ما بررسی کردیم ارزش زدن داره. اگه بشه و خدا یاری کنه تمامی این گردونه ها رو ما با همدیگه توی سیزن بعدی 100% میزنیم و با همدیگه بررسیشو میکنیم. کاراکتر این گردونه هم بچه کاراکتر تمپست هستش که جذاب خودش، تمشو من دوست دارم. چهرش میتونست بهتر باشه ولی خب در کل خوبه. CR56 ایمکس هم ما داریم داخل این گردونه، یه دونه کراسپو اپیک هم ما داریم، از این پاراچوت ها و ماشین ها و آیتم های اپیک هم ما داریم. کالین کارش هم بچه این شکلی که کالین کارش خوبیه. آیتم ها دیگه شم دیگه چرتن، این هم بچه چار میشه که خیلی بامزه است از کاراکتر تمپست. EMP اپیک هم ما داریم. بریم بچه سراغ گردونه بعدی که گردونه گروزا هستش با یک تم سامورایی. خداییش بچه این گان فوق العاده است، حتما بهتون پیشنهاد میکنم اگه پولش دارین این گانو بخرینش، خیلی قویه، واقعا قویه این گان. اینم بچه نمهای مختلفش گیم پلش رو جلوتر بهتون نشون میدم. کاراکترش خیلی خوبه، یک کاراکتر سامورایی ما داریم با یک تم ژاپنی که میتونید نماهای مختلف شما نگاه کنید. رین یوشیدا اسم این کاراکتره، جدیدم پس کاراکترش برای اولین باره که میخواد بیادش داخل بازی. این هم بچه ایموتش هستش که یک ایموت ساموروی مانند ما داریم. به نظر من که ایموت باحالی بود. بریم سراغ آیتم های دیگه این گردونه که یه دونه چارم داریم، یه دونه وینگسوت اپیک داریم یا همون جت پک. دیگه هم بچه تمومه، این هم نمای لابی سیزن 11 بود. از این اسنایپر های زد آر جی هم ما داریم، یه دونه کاتانا اپیک هم ما داریم، موتور اپیک هم ما داریم بچه. این هم کاتاناش هستش که به صورت اپیک. این هم کالین کارتش که به نظر من خوشگله. اما بچه ها بریم سراغ گیمپلی های گان های میتیک و لژندری این سیزن. اولین گان که میخواییم بررسی کنیم گان خفن میتیک گراو 556 هستش، یکی از قوی ترین گان های بازی در حال حاضر که توی سیزن بعدی قرار بیادش. فکر میکنم گردون اول بازی هم باشه. بریم بچه ها ببینیم گیمپلش رو که چطوریه. این بچه نمای ایکستن این گانه. شبیه مگامند شدیم. جالب بود، خدایش جالب بود. اینم بچه آیرون ساد صدا و کلیفتشه که چقدر جذابه. واو چه ریلود کردنی داشت بچه این گان، ریلود کردنش خیلی خوشگله. هم بچه صداش خیلی خفنه، هم کیل افکتاش خیلی خفنه، هم آیرون سات هم ریلود کردنش و هم افکت های روی گانش. دیگه چی میخون از این گان میتیک؟ قشنگ بچه معنی گان میتیک رو این گان میتونه برآورده کنه. بریم بچه سراغ گان لژندری بعدی که گان HT40 هستش. این گان بچه گان پیرسیجه، اگه ست فول گردانه بزنیم داخل این سیزن ما میتونیم این گان رو به صورت رایگان به دستش بیاریم که قطعا هم میزنیم، چون واقعا همه گردانه این سیزن ارزش دارن. این بچه نمای ایسپشنشه که بهمون به نشون میده پیرسیش چند دومه و اینم آیرون سات و کلیفتاشه. کلیفتش قرمز رنگه. گان اصلی این گان سبز رنگ بود اگه یادتون باشه که چه شکلیه. بد نیست. بریم بچه سراغ گان لژندری بعدی که گان گروزا هستش. گروزا نمیدونم کدوم تلفظش درسته، که میتونی نگاه کنی این انیمیشن لابیش بود که دیدیم چطوری بود.
بریم آیرون ساد و کیل افکتاش و همچنین صدا شما ببینیم که چطوریه. گیروزا سیورت فلاور، این نما ایکسپشنشه. چه آیرون ساد تمیزی داره این گان. کیل افکتش هم بچه ها جذابه. تا اینجا کار بچه فقط گانه میتی که گیرو 556 ارزش خرید داره، حتما اگه پول دارین، البته جز به گردنه هایی باشید که قطعا میزنینه، چون هم کاراکترش خیلی خوبه و هم گانش خیلی خفنه. بریم بچه سراغ لژندری جدید بعدی که لژندری پی پی اس اچ کریس مسیح هستش. ببینیم این لژندری رو چطوری درست کردن. هالیدی ورکشاپ، این نمای ایکسپشنشه. جذابه به نظر من. و اینم بچه کیل افکت های این گان پی پی اس اچ هستش. آیرون سادش من دوست ندارم، خیلی برای این گان بزرگه. اون پی پی اس اچ لژندری که من دارم و کریستالی هستش، اون به نظر من بهتره. نمیدونم حالا دیگه بستگی به سلیقه شما داره، اگه فکر میکنین که قشنگه بخرینش، البته اگه پولشو دارین. کلن بچه سیزن هایی که تم کریسمسی و هالووین دارن بهترین سیزن های کال آف دیوتی موبایلن. بریم بچه سراغ گان لژندری بعدی که گان ام بی سی 1 بود. یک تم موتورمانند داره این گان ام بی سی 1. موتور بودنشو الان من متوجه شدم. با تعداد کیل هم بچه افکت های روی گان عوض میشه و لولش داغ میکنه. این ویژگیش واقعا جذابه. بریم بچه سراغ گیم پلی، صدا و همچنین کیل افکت های این گان M21 EBR که یک اسنایپر به شدت سمی هستش توی بتل رویال. این بچه ها نمای ایسپشنش بود که وقتی نگاش کنیم این گانو صدای موتور از خودش در میاره. اینم آیرون ساد و صداشه. چه صدایی داره. یک موتور بچه از این انمی در میاد، شبیه بازی های سگا میشه. خودم بچه گان ایمپستیک خیلی قویه، قطعا هم ارزش خرید داره این گان. اینم بچه گیمپلی ملی جدید هستش، گفتم براتون بذارمش. نمیدونم لژندری براش تعریف شده یا نه، فکر نکنم تعریف شده باشه که میتونین حالا نگاه کنین. این نمای ایکسپشنش هستش و اینم نمای ایکسپشن اون نایفه دیگه. این نایف بچه جوریه که ما میتونیم پرتابش کنیم، قشنگ میتونیم پرتاب کنیم و انمی ها رو بزنیم. اگه به جایی که پرتاب شده این نایفه بریم، میتونیم دوباره اون پرتابی رو برش داریم و خشابش رو پر کنیم. انگار اینجوری هم بچه ما میتونیم این نایفه رو بزنیمش. به نظر من نایفه خیلی خفنی هستش، برای مهارت خیلی زیادی میخواد کار کردن با این نایف. جالبه به نظر من. خب بچه اینم از گان های میتیک و لژندری این سیزن. واقعا فوق‌العاده بودن همشون و به نظرم همشون ارزش خرید دارن. خب بچه ها دمتون گرم که تا اینجا تماشا کردین. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. ترتیب گردنا به احتمال زیاد همین ترتیبی هستش که داخل ویدیو بچه ها بهتونشون دادم. حتما نظرتون رو درباره این گردنه های خفن این سیزن بهم بگین و بهم بگین که کدومش بیشتر از همه ارزش خرید داره. کاراکتر سایرن میتیک و بتل پس هم بچه تو ویدیوهای بعدی من براتون با جزئیات میذارمش. حتما چنل رو اگه ساب نکردین ساب کنین و لایک این ویدیو رو بذار کنین که من هر چه سریعتر ویدیو رو براتون درست کنم. دمتون بازم کلی گرم. تو ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشین و خدا نگهدارتون.